سرخط خبرها و مهمترین ها. در تیراندازی در امریکا 4 تن کشته شدند. یک مرد 45 ساله زیر شکنجه طالبان در پنجشیر جان باخت. ادعای حمله جبهه مقاومت بر یک بازگاه طالبان در کاپیسا طالبان تکذیب کردند و همچنان در پایان خون‌آشامترین دشمنان احمد مسعود به جبهه مقاومت بیعت کردند. مشروع خبرها گزارش از سایت رسمی روزنامه 8 صبح کابل. رسانه های بین المللی گزارش دادند که در پی تیراندازی یک مرد در امریکا دست کم 4 تن کشته شدند. شبکه خبری CNN روز پنج شنبه 2 جون گزارش داده است که یک مرد ناوقت روز 4 شنبه 1 جون با سلاح گرم دست به تیراندازی زده است. مقام های ملی پلیس گفته است که این رویداد در ساحه تولسا در محوطه یک شفاخانه رخ داده است. پلیس محلی گفته است که بررسی ها برای شناسایی هویت مرد مهاجم ادامه دارد. در آغاز همین هفته در یک رویداد مشابه در مکتب در ایالت تگزاس امریکا بیش از 20 دانش آموز و آموزگار کشته شدند. یک مرد 45 ساله زیر شکنجه طالبان در پنجشیر جان باخت. گزارش از روزنامه 8 صبح کابل. 8 صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگوید که یک مرد 45 ساله زیر شکنجه طالبان در این ولایت جان باخته است. با گفته منابع این مرد روز سه شنبه دوم جوزا از سوی طالبان بازداشت شده بود و امروز جسدش که آثار شکنجه در آن دیده می شود به بیمارستان ولسوالی رخ انتقال داده شده است. منابع تصریح می کنند که این مرد منیر نام داشت و یکی از مالداران ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر بود. منابع می افزایند این مرد روز پیش نزد قماندان امنیت طالبان در پنجشیر به هدف گرفتن یک اجازه‌نامه برای چوپانش مراجعه میکند تا در کوه‌ها مورد آزار اذیت قرار نگیرد. پس از گرفتن اجازه‌نامه آن را به ولسوالی بازارک میبرد، اما در آنجا از سوی طالبان زندانی شده و امروز جسدش را به شفاخانه انتقال دادند. طالبان ادعا کردند که این مرد سکته قلبی کرده، اما آثار شکنجه در بدنش واضح معلوم می شود. با گفته منابع تا هنوز جسد منیر به خانوادهش تسلیم داده نشده است. ادعای حمله جبهه مقاومت بر یک بازگاه طالبان در کاپیسا طالبان تکذیب کردند. 8 صبح کابل. 8 صبح کاپیسا. جبهه مقاومت ملی می گوید که نیروهای این جبهه بر یک بازگاه طالبان در کاپیسا حمله کرده است. یک عضو ارشد جبهه مقاومت که از ذکر نامش در خبر خودداری می کند در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که این حمله حوالی ساعت 2-4 شنبه شب در روستای کلالان از مربوطات ولسوالی سه اول کاپیسا انجام شده است. او تأکید کرد که در پی این حمله دو طالب کشته و دو طالب دیگر زخمی شدند. منابع محلی نیز اوقای درگیری در این منطقه را تایید کرده و میگویند که طالبان در پی این حمله شمار از باشندگان محل را بازداشت کرده و به تنه‌های درخت بستند، اما مسئولان محلی طالبان در ولایت کاپیسا این ادعاها را رد میکنند. نجیب بارور در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: حشمت هرشد سخنگوی حزب اسلامی پس از آن که رویکرد قومی رهبر این حزب را در حمایت مجنونوار از طالبان و پاکستان دید، در اعتراض به هر حدیث‌های توهین‌آمیز حکمتیار به آدرس اقوام دیگر و مخصوصا مردم پنجشیر از عضویت به حزب پاکستانی اسلامی استعفا و به صف مقاومت پیوست. احمد فهیم توخی همچنان در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد: انتقاد تند مولوی انصاری از حکومت موجود. در مناطق فارسی زبانان مسئولین پشتو زبان و در مناطق پشتو زبان مسئولین فارسی زبان مقرر نکنید. اسلام آباد هیئت 50 نفری را برای مذاکره با طالبان پاکستانی به افغانستان فرستاده است. مقامات. گزارش از صدای امریکا. مقامات امنیتی پاکستانی امروز اول جون 11 جوزا گفتند که اسلام آباد به هدف مذاکره برای تمدید آتش‌بس با طالبان پاکستانی یک هیئت 50 نفری رهبران قبایلی را به کابل فرستاده است. حداقل دو مقام امنیتی پاکستانی به شرط ذکر نشدن نامشان گفته است که آتش‌بسی که به میانجیگری طالبان افغان میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی صورت گرفته بود روز گذشته منقضی شد و اسلام آباد در تلاش تمدید آن است. تحریک طالبان پاکستان در جریان 14 سال گذشته حملات زیاد را در این کشور راه اندازی کرده و از دیر زمان خواستار
انفاذ قوانین سختگیرانه اسلامی، آزادی افراد این گروه از قید حکومت و کاهش حضور روسی پاکستان در ساحات قبایلی است. پیش از این در ماه نوامبر سال گذشته آتشبش 30 روزه به میانجیگری طالبان افغان میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان صورت گرفته بود، اما تاکنون زمینه برای توافق صلح دائمی میان دو طرف مساعد نشده است. هر دو جانب در مورد مذاکرات قبلی در کابل و فرصت تمدید آتشبس که روز گذشته منقضی شد خاموشی اختیار کردند. مقامات پاکستانی میگویند که مذاکره با تحریک طالبان پاکستان تحت نظر جنرال فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان صورت میگیرد. دو عضو بلندپایه طالبان پاکستانی نیز رسیدن هیئت 50 عضوی به کابل را تایید کردند. آنان به اسوسییتد پرس گفته است که اگر از جانب حکومت پاکستان پاسخ مثبت ارائه شود، امکان تمدید آتش‌بس وجود دارد. ملل متحد خواستار اقدام فوری برای رفع بحران غذایی در جهان شد. آنتونیو گودریش، منشی عمومی ملل متحد، روز چهارشنبه اول جون 11 جوازا خواستار اقدام سریع و قاطع برای تامین جریان ثابت مواد غذایی در جهان شد. آقای گودریش ضمن محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین به عنوان نقض تمامیت ارضی و نقض منشور سازمان ملل متحد گفت جنگ باید اکنون پایان یابد. منشی عمومی ملل متحد در یک کنفرانس خبری گفت این باعث رنج و ایرانی و تباهی عظیم برای کشور اوکراین می شود، اما همچنین بحران سیبودی جهانی مواد غذایی، انرژی و مالی را شعله‌ور می سازد که آسیب پذیرترین افراد، کشورها و اقتصادها را تحت فشار قرار می دهد. گودریش بر نیاز به اقدامات سریع و قاطع برای تضمین جریان ثابت غذا و انرژی از جمله رفع محدودیت‌های صادراتی، تخصیص مازاد و ذخایر به جمعیت‌های آسیب‌پذیر و رسیدگی به افزایش قیمت مواد غذایی برای کاهش نوسانات بازار تأکید کرده است. در همین حال پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، اوایل روز چهارشنبه استفاده از غلجات را به عنوان سلاح جنگی محکوم کرد و خواستار به خرج دادن تمام تلاش‌ها برای تضمین حق جهانی برای غذا شد. این در حالی است که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت که غرب و کیف باید بحران فزایند جهانی غذا را حل کنند. آقای لاوروف در جریان سفرش به بحرین گفت که کشورهای غربی با بستن بنادر خود بر روی کشتی‌های روسی، مشکلات مصنوعی زیاد ایجاد و زنجیره‌های لوجستیکی و مالی را مختل کردند. وزیر خارجه روسیه همچنین از اوکراین خواست تا آب‌های کشورش را منزدایی کند تا امکان عبور امن کشتی‌ها از بحیره سیاه و دریای آزو فراهم شود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.